پیش به سوی تشکیل شورای ملی ایران. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید و این صدا و تصویر رو مشاهده میکنید. جا داره که سپاسگزاری بکنم از همه عزیزانی که دست اندر کار این برنامه بودن، از مدیریت تلویزیون اندیشه، از برنامه سازانش و همه همکارانی که تا به امروز در طی تمام این روزها سعی و کوشش و تلاش کردن تا این هدف به نتیجه برسه. من سعید شمیرانی هستم، برای عزیزانی که درون کشور هستن و شاید با صدا و تصویر من امروز آشنا میشن، به هر روی در واقع سرباز کوچکی هستم در راه رسیدن به خواسته ها هم خدمتون عرض میکنم، رسیدن به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد در قانون اساسی، برای داشتن ایرانی آزاد که دیگه کسی به خاطر داشتن عقیدش، به خاطر رنگ پوستش، به خاطر متولد شدن در خانواده‌ای که مذهبش اسلامی نیست و یا غیره، نه شکنجه بشه، نه آزار ببینه، نه در زندان بیفته. به هر روی سعی کوشش فراوان شد در طول تمام این سالها تا جامعه ایرانی به خواسته هاش دست پیدا بکنه، ولی به یک نتیجه گیری هایی رسید. اولین نتیجه گیریش این بودش که بدونیم از کجا خوردیم، چگونه خوردیم، و بعد از اون بدونیم که البته من میبینید یه مقدار این برون برمیشم به خاطر اینکه نوشته ها زیر سرم نیاد، من میام این ور که این نوشته ها راحت زیر سرم باشه، چون برنامه خیلی خودمانیست، باید این اطمینان رو به درون جامعه برگردون. در طول این 34 سال زحمات فراوانی کشیده شده تا جامعه ایرانی به یک زندگی راحت مثل سایر کشورهای جهان دست پیدا بکنه، اما متاسفانه نشده، به دلیل اینکه جامعه هنوز متوجه نشده بود که از کجا خورده بود، چرا خورده بود و خواسته هاش چی هست. شعارها کماکان در خواسته ها شعارهای فردی بود و یا شعارهای ایدئولوژیکی بود. جامعه ایرانی به خصوص جامعه جوان امروز متوجه شده که با شعار فردی دادن یا خواسته های ایدئولوژیکی نمیتونه به چیزی دست پیدا بکنه. جامعه ای در سطح جهان میتونه به همه چی دست پیدا بکنه که شعارهای اجتماعی بده، چیزی رو که برای خودش میخواد، برای همسایه‌اش بخواد، برای خانواده‌اش بخواد، برای هموطنانش بخواد، همشهریاش بخواد و کسانی که در یک مجموعه با نام کشور ایران زندگی میکنن. این در سایر ممالک اتفاق افتاد. کشورهای اروپایی 250 300 سال سعی کوشش و تلاش کردند که تونستن به سکولاریسم، یعنی جدایی دین از حاکمیت، دست پیدا بکنن. خونهای فراوانی ریخته شد تا امروز در جامعه جهانی بهشون میگیم جهان اول. یعنی وقتی شما به کشورهای اروپایی یا سطح اول جهان پا میگذارید، یا کشوری مثل کانادا یا کشوری مثل آمریکا، کسی شما رو به خاطر داشتن مذهب متفاوت یا نگرش متفاوت یا بیان واقعیت یا اندیشه محکومتون نمی‌کنه، به زندان نمی‌ندازنتون و شکنجهتون نمی‌کنن و اعدامتون نمی‌کنن، و یا شما رو نمی‌کشن با نام اسلام و خدا و پیغمبر و همه رو به گردن اونها بندازن، بگن ما سربازانی هستیم که وظیفه‌مون رو در راه خدا انجام میدیم. به هر روی این مسیری بوده که جامعه در یک توطئه جهانی در سال 79 انجام داد. مطالعهش کم بود، نمیدونست چه چیزی رو داره شعار میده. شعارها همه بر پایه اسلام و شعارهای مذهبی و شعارهای به قول خودش فکر میکرد آزادی خانه، ولی دیکتاتوری بود. شعار فردی درود بر این مرگ بر اون شعار فردی بود داده میشد. اما به هر روی 34 سال دستاورد بسیار گرانبهای جامعه ایرانی است که میبایست به نتیجه برسه و در نهایت هر ایرانی بتونه آزادی با آزادی کامل به کشورش بازگرده. خب چگونه میتونیم به کشورمون بازگردیم؟ همه ایرانیان که دوست دارن در کشور زندگی کنن، آزادانه بتونن زندگیشون رو ادامه بدن با ثروت سرشاری که درون اون کشور هست. ما اولین کشور ثروتمند جهان هستیم. من سالهاست دارم اینو تکرار میکنم. داشتن گاز و نفت و غیره. به هر روی نمیخوام وارد بحث‌های متفاوت بشم، چون فرصت نیست و عزیزانی هستن که باید بیان صحبت بکنن. شورای به وجود اومده تا این شورا بتونه صدای ملت ایران و مردم ایران و به خصوص نسل سوخته، جوانانی که در این توطئه جهانی شرکت نکردن، حتی یک رأی هم به حکومت اسلامی ندادن باشه. به هیچ عنوان این شورا قصد نداره که بخواد در واقع حاکم بشه بر سرنوشت مردم، به هیچ عنوان. اگر یادتون باشه 4 سال پیش وقتی که جوانان به خیابان‌ها ریختن و فریاد زدن، ما دارای چنین شورایی نبودیم تا بتونه زبان جامعه ایرانی درون کشور باشه، خواسته های جامعه ایرانی رو که دارن فریاد میزنن و کشته میشن به جهانیان برسونه، و متاسفانه حقشون مجددا خورده شد و خونهای بسیاری پایمال شد که نمایانگر واقعیت تلخ تمام این دوران در زندگی ما بوده. به هر روی
عده بسیاری از جمله شاهزاده رضا پهلوی در کنار بقیه افراد قرار گرفتند و سعی کوشش بر این شد تا بتونیم صدای در بغض گلو خفه شده جامعه ایرانی باشیم و بتونیم صداشون رو گسترش بدیم با نافرمانی مدنی. البته اینو خدمتتون عرض بکنم که درصد کمی و کوچکی از این حرکت به عهده این شوراست. آنچه که اتفاق میفته در کشور به عهده خود جوانان و متعلق به خود جوانان کشور هست که آینده سازان اون کشور هستند. کسی قرار نیست بیاد و حاکمیت بر سر مردم رو مجددا از سوی به سوی دیگه، از کسی به کسی دیگه، روند انتقال قدرت رو به فضل از حاکمیت حکومت اسلامی به کسی دیگه تغییر بده، بلکه حاکمیت باید حاکمیت مردم باشه، با دست مردم برگزار بشه، با خواسته های مردم. ولی خواسته های مردم بسیار مهمه که چه شعارهایی رو در خیابان ها در ماه های آینده و روزهای آینده و در واقع روزهایی که ازش عبور میکنیم داده بشه. شورا وظیفش اینه که در این روزهای بحرانی این مسائل که به وجود میاد صدای بچه های ایران باشه و به جهانیان این رو به اثبات برسونه که آقا به صدای مردم ایران گوش بدید. اگر میخواین با کسی دیل بکنید، معامله ای داشته باشید، معامله با مردم ایران و خواسته هاشون داشته باشید که 33 سال 34 سال در بندن. و هر روی اطمینان باید به جامعه ایرانی برگرده. این اطمینان از طریق این رسانه که داره پخش میشه و رسانه‌های دیگه که باید زحمتشون رو کشیدن، باید ازشون تشکر بکنم تک به تک به از طرف خودم. تمام بچه‌ها در اتاق فرمان، بچه‌هایی که دارن تلفن‌ها رو جواب میدن، یادتون در همین ثانیه‌ای که من دارم باهاتون صحبت می‌کنم تماس بگیرید و زنگ بزنید با شماره تلفن‌های پایین 818 564 4278 و 818 734 7120. و مبلغش مطرح نیست، هر چی که در توانتون هست از یک دلار تا هر چه مقداری که هست، فقط شرکت شما، حضور شما در این روند میتونه پایه‌گذار، اولین پایه‌گذار جامعه مدنی و یا ساختار یک جامعه مدنی باشه. سالها گفتیم اگر آقای ایکس، خانم ایکس، اگه گروه ایکس، گروه ایگرگ بیاد در کنار هم قرار بگیره، جامعه ایرانی میاد پشت خطا و ساپورت میکنه، حمایت میکنه. امروز این اتفاق افتاده. میدونم که هیچ موقع همه عقاید، همه نظرها با هم یکی نخواهد بود، همونطور که پنج در واقع انگشت ما با هم یکی نیست، نظریات متفاوته، اما مسئله مهم اینه که خواسته هامون برای ایرانی آزاد، آباد و سکولار باشه، قانون اساسی باشه بر پایه حقوق بشر و رسیدن به در واقع ساختن یک قانون اساسی که دیگه حق زن خورده نشه، حق کسی خورده نشه، حقوق مدنی افراد پایمال نشه. بحث ما بر سر به وجود آوردن نوع نظام خاصی نیست، چه جمهوریش چه پادشاهیش به هیچ عنوان مد نظر هیچ کدام از کسانی که در این شورا هستن نیست. کاری بکنیم، حمایت بکنیم. شما با تلفن زدن از همین الان، اون کسانی که در طی تمام این سالها با من همراه بودن، من صداشون بودم، چه از بخش پناهندگان و پناهجویان که میتونم بهتون خدمتتون عرض بکنم در دو سال و نیم سه سال اخیر من تمام انرژیمو بر روی اینها قرار دادم، در برنامه‌های متفاوت، در تلویزیون‌های متفاوت. همه اینها روزگاری است که ما ازش عبور کردیم و هیچ موقع دیگه نباید به عقب برگشت. تجربه است که سخت به دست اومده. شاید برای شما جالب باشه که افرادی که میان پشت دوربین قرار میگیرن از گروه ها، از تلویزیون ها، از قسمت های متفاوت هستن، ولی ازتون خواهش میکنم که این قدم اول رو بردارید، با تلویزیون تماس بگیرید. این حساب به حساب شورا میره که در نهایت شورا نشستی داشته باشه، اولین نشستش در اروپا، که بتونه هزینه هاشو پرداخت بکنه. من بیش از این مزاحمتون نمیشم و سرتون رو درد نمیارم. باز ازتون تشکر میکنم که ادامه گر این راه هستید و ازتون درخواست میکنم که به جمع یاران بپیوندید و با کمک های مالی خودتون همه رو حمایت بکنید. از همه شما که توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم. به شما بدرود میگم تا روزگاری دیگر. شادی.
فقط بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو توفان و پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ماست طاقت بیار رفیق خوشی پشت ماست طاقت بیار رفیق ما هر دو بی کسیم طاقت بیار رفیق داریم میرسیم دنیا اگه تاریک شد دستای فانوس رو بگیر با من بیا با من بیا چیزی نمونده از مسیر سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار امروز وقت خواب نیست ما با همین طاقت بیار طاقت بیار رفیق مشت ماست طاقت بیار رفیق خوشی پشت ماست طاقت بیار رفیق ما هر دو بی کسیم طاقت بیار رفیق پیش به سوی تشکیل شورای ملی ایران.